مسیحیت این درسته که گفته شده است که خود عیسی مسیح میگوید که من راه و راستی و حیات هستم، هیچ کس بدون من به ملکوت پدر نخواهد آمد. بله. درست شد؟ حالا این خرافات است، ولی یه خرافات بزرگیه. گوش کنید، نه خواهش میکنم گوش کنید یک لحظه. همه اینا خرافات، اصلا مجموعه ای از خرافات، ولی قانونمندی ندارد. نکته اینجاست، اگر شما این نکته را نگاه کنید، آنگاه خواهید دانست که درد ما کجاست. درد ما کسانی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنیم، چرا نمیتوانیم دموکراسی را داشته باشیم؟ آنان با همه خرافاتشان میتوانند دموکراسی داشته باشند. این فرق کجاست؟ من میخوام این فرق را به شما و یاران دیگری که همکنون گوش میکنم بگویم. خواهش میکنم یک 5 دقیقه به من زمان بدید. ببینید، مسیحیت انبار خرافات است، آری، ولی قانونمندی ندارد. نگفته است شما چگونه ازدواج کنید، چگونه طلاق بگیرید، چگونه مالیات بدهید، نه گفته است چگونه بجنگید، چگونه آشتی کنید، چه بخورید، چه نخورید، هیچ کدوم این بکن آن نکن. شریعت به معنای قانون ندارد. مسیحیت میگوید که دوران فیض است، فیض و رحمت الهی با خون عیسی مسیح. هر کسی که به خون پاک خداوند عیسی مسیح باور داشته باشد، همه گناهان دیروز و امروز و فردایش بخشیده میشوند. من بها نمیدهم به این سخن، ولی قانونی درش نیست. اما اسلام با داشتن همه این خرافات و بسیاری بدتر از این خرافات، جن و پری و چه و چه رو هم با آن افسوده است، یعنی انبار خرافات مسیحیت را که اگر وزنش کنیم 50 کیلو خرافات اون تو بوده است، این را کرده است 5000 کیلو و در میانش قانون گذاشته است. قانون برای جنگ، قانون برای صلح، قانون برای زناشویی، قانون برای طلاق، قانون برای سیقه،